اهل بیت احتمامشون بیشتر از دو شب قبل بوده لذا اضطراب ملتجی گنهکار بیچاره مثل من هم بیشتره خودمو در معرضی میبینم که اندک فرصتی مونده برای نجات برای دستگیری برای استغفار برای توبه آدم وقتی میخواد توبه کنه باید این ارزه رو داشته باشه که عذر خواهی کنه ملتفته به خطاش باشه بعد بتونه با یه عرض ادبی محترمانه از اون عظیم و شعنی که بهش جسارت کرده اوز خواهی کنه فبئس المقیت اللت امتطت نفسی من هواها مرکب نفس سوار شدم و تاختم فواها لها لما سولت لها ظنونها و مناها شیطان نفسمم منو هی تشویق کردن چهار نل به خطا رفتم و تبن لها مرگ بر این نفس لجرعتها برا گستاخیش علا سیدها و مولاها مشکل بزرگ گناهکارانی که مثل من بیچاره هستن اینه که حالا زبانی هم برای عذرخواهی نیست ما قصور ذاتی داریم از اینکه بتونیم خدا رو اسم ببریم این ادبیات رو سالهای گذشته مرز کردم ولی امشبم تکرار میکنم شعن حضرت حق عجل از این که مثل منی اصلا او رو بخوام عبادت کنم ما اون موقعی که عبادت میکنیم خودم از میکنم غلط زیادی میکنم چه برسه با اون موقعی که نستجیر و الله معصیت کردم مرحوم امام رحمت الله علیه در شرح یکی از احادیثی که در چل حدیث در عجب داره میگه عبادات شما عبادات امثال منو میگه نزد اولیای خدا همش گناه کبیره است چون همش پر از جسارت بی ادبیه قرآن کریم داره سبحان الله اما یصفون سبحان الله و خدا اونجایی به کار میبره در قرآن یکی از مهمترین مصادیقش اونجایی است که جسارت شده به ساحت قدس ربوبی و قال و تخذر قالت اتخذ الرحمن ولدا گفتن خدا بچه داره بچه نیاز داره سبحانه سبحانهو پاک و منزه از این نسبت های زشت میگن خدا مثلا از تفل بنات و بلبنین یا بنین و بلبنات یا چی دختر دوست داره پسر دوست داره سبحان الله این همون عبارت برای برا وصف امثال من داره سبحان الله اما یسفون من عبادتم که میخوام بکنم نمیتونم از بی ادبی خارج بشم خدا رحمت کنه مرومات الله ملکی تبریزی علالله مقام و شریف رو که فرمود خدایا میدونی من عیب زیاد دارم ولی دروغگو نیستم اگر تو نگفته بودی تو نمازت بگو ای یا که نعبد و ای یا که من دیگه این یه دروغ رو نمی گفتم یا که نعبد یعنی فقط تو رو می پرستم من که بند شهواتم هم بند اعتباریاتم بند ریا و سمعم بند چیم بند قذبم بند علقم بند, علق بند تعلقم ایا که نستعینم که هر جا هر کیو احساس کنم که خرش میره میرم سراغش خموراس میشم من کجا ایا که نعبود و ایا که میگه خدای من عیب زیاد دارم حالا او میگفت ولی میدونید عمدن دروغ نمیگم اینم تو تو کاسه ما گذاشتی من به خودم واقفم که ایا که نعبود و ایا که مال من نیست که تو دستور دادی منو میگم چشم میگه. سبحان الله اما یسفون باید برای تمام عباداتمون بعدش سبحان الله بگیم و شما میگید دیگه این جوشن رو که میخونید هر بندی رو که خدا رو به اوصاف زیبا یاد میکنید بعد عذرخواهی میکنید درستش هم اینو چون معصوم یاد ما داده این ادب توحیدیه ما چجوری شکر به جا بیاریم که اگر زین العابدین نبود اگر امیر المؤمنین نبود که ما این چارت کلمه هم بلد نبودیم اونم خدا فرمود دیگه فرمود سبحان الله اما یسفون بعد فرمود مگر بندگان مخلص یعنی اگر خواستی داجه به خدا حرف بزنید برید کلمات عباد مخلص رو ببینید چون کاشانی که چه به این که بخواد اوصاف خدا ذکر کنه چی میفهمه ما اسامی زشت که نمیگیم جسارت که نمی الفاظ و درست میگیم ولی همین که از نفس خبیس من اینا میاد بیرون من میگم چی؟ اللهم انی اسألو که یا حمید و یا شکور و یا قفور و همش فحش نستجی رو بالله چرا؟ چون ته فهمی که من از این اوصاف و کمالات دارم همش جسارت محضر حضرت حق یا من له القدرت و الکمال ای صاحب قدرت و کمال خب من قدرت و چی میبینم قدرت به این که این لیوان رو بلند کنم قدرت به این که زورم میرسه پنی نفر رو بزنم قدرت به این که مسئولیت دارم چهار تا رو از رو نصب کنم چیه ته قدرتی که من میفهمم اینو به خدا نسبت بدیم جسارت داره سبحان الله داره برای همین میگیم سبحانکه یا لا اله الا انت الغوث الغوث ابراز بی پناهی میکنیم قدیمی هم تو گفتن تو تهران یه وقتا اتفاق میفته نه خیر میشه گفت نه شر اینجاست اومدم بگم غلط کردم نمیدونم چی بگم اصلا میگم یا من له القدرت و کمال بعد میگه خب اینی که گفتی شعنش بود میگه سبحانه که نه بابا این چی بود اینی که عرض میکنم ما سر سفره زین‌العابدین صلوات الله علیه هستیم این نمونهش فداش بشم الله خدا انشالله ما رو با زین آشتی بده خدا انشالله به ما فهمی بده که حداقل یک روز دهه اول بدونیم سر سفره زین و لابدین کربلا فهم شدیم در مناجات منصوب به حضرتش به اسم خمسه عشر مناجات زاکرین وقتی آدم میخونه اصلا امشب قفل میشه که مثلا چی بگم یه وقتی من خیال میکنم که اومدم امشب یه اشکی ریختم و یه غلط کردم می گفتم و یه العفوی گفتم و به خاطر اینا منو میبخشه اینم بدبخته اینم عجبه تا من نفهمم که اولا نعم و که ابتدا همش ابتدایی استحقاقی نیست من چیزی ندارم که مستحق باشه بالاتر هرچی بگم جسارتم هست او از کرمش ندید میگیره اگر اینقدر کریم نبود ورودی باید گیت میذاشتن میگفتن غیر از عباد مخلص میشکنیم دهن کسی رو که بخواد این اسامی رو بگه شما چطور دوست ندارید کسی اسم ناموستون رو ببره بهش تعصب دارید اهل بیت به خدا تعصب دارن خدا واحد قهاره خدا روزی کنه یکی از یه وقتی ما از گناهانمون خلاص شده باشیم که شب 23 بگیم خدای ما قدری معرفتت رو به اندازه فهممون عطا کن قبلش بگیم یا امیر المؤمنین یا قال الباب الذي انهزه عجزت اكفن اربعون و اربعونه ای آقایی که در قلعه خیبر رو کندی و فرمودی والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه تو که در قلعه خیبر رو کندی میتونی این تعلقات بی خودم از دل من بکنی امام حسین به خدا عرض کرد انت ازل تل اغیار ان قلوب احبای توی که پاک میکنی اغیار رو از دل بندگانت محبانت دل من هر جایی بیدر و پیکره اینقدر این ورون ور رفتم که دیگه اصلا ملتفت میشم به این که اصلا نمیتونم تو رو صدا بزنم یا من له القدرت و الکمال یا من له العزت و الجمال بعد میگم غلط کردم هرچه گفتم لایق خودم بود من که نتونستم تو رو وصفت کنم سبحانه که. یا لا اله الا انت بعد آدم به یه عجزی میرسه خب من الان چی بگم فکر کردم این اسامی رو این صد بند و صد و یه بند و میگم یه کاری کردم قدم اول اینه که من اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم فقط فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتی اونایی که مستکبرن ما اومدیم میگیم خدایا من یه خودم عرض می‌کنم یه گناهکار غلط کردم اومدم امشب بگم که من متمرد تقیانگر نیستم معترفم هستم اصلا ارزه ندارم تو رو صدا بزنم دیدی آقا یه وقتی شما ادبیات یه عده مردم شریف و بلد نیستی من کوچه بازاری حرف میزنم بین اونا میگم ببخشید من ادبیات شما رو بلد نیستم خدای من اصلا ارزه اینکه که یه غلط کردن معدبانه بگم هم ندارم آجستر از من کیه اینجا که آدم اول به یه حیرتی که خب من اصلا چه کار بکنم امشب فدای زین و لابدین بشم که امام صادق و وقتی بهش گفتن که آقا خیلی شما مده امیر المومنین میگید شما شبیهید فرمود هیهات هیهات جدی داشتم به اسم علی ابن الحسین او قدری شبیه بود به امیر المومنین. در عبادت شبیه بود در اون ابتلاع سهمگینم شبیه بود بلکه ابتلا شدید تر بود حداقلش حد اینه که خدای من از بیچارگی دارم چنگ میزنم به این طرف اون طرف فرمود کان یزید لعنه الله یتخذ مجال سش شرب یه بار نبود که یه بار بی ادبی نکردن قبل از اینکه کلام زین العابدین رو بگم این رفقا شبها بعضی وقتا که شعر میخونن بعضی از این ابیات یه کلمه توش داره که آدم باید بر اون کلمه بمیره من تا صبح ازیت گاهی یه بیت میخونن این شبها بذارید قبلش من توضیح بدم مثلا شما دارید خونتون اساستون رو جابجا میکنید این اساسی رو که میخواید جابجا کنید انقدر مهم نیست حالا یه ذرم مثلا با بی بره بعضی خیلی حساسه روش بی شکستنی بعضی انقدر حساسه که خودت وای میسی کنارش اون باربر اگر حرفه‌ای باشه تشخیص میده تمیز میده که اینا با هم فرق میکنه همه رو یه جور بلند نمیکنه یه جور زمین پرت نمیکنه من چند شب حالم خرابه برای این بیتی که خوندن هم حاج حسین خوندم آقای اقدم نجات خوند که میگه زینب کبرا به امام حسین گفت چشماتو باز کن ببین دارم با قوم بی تمیز میرم یعنی اینا بین وحشی و حرامی با دختر بچه فرقی قائل نیست تشخیص نمیدن تفاوت قائل نیستن مولای قیور ما زین العابدین با این قوم بی تمیز تا شام رفته این آقا به ما یاد داده امیدوارم آقا جان اسم تو بردیم به بی پناهی و گداهی ما رحم کن برادلت بمیرم <تصفح> ما هم که اسمت نداریم و نسیان داریم یادش میفتیم یه شاعر عرب کولا کرده بعضی اختا یه مصره یه قزله میگه خل قدم اول مصرهی اصلا عشق و آفریدن برای تو بریزه زین الله بدین اینجوری میفرماد یه ما رو آروم کنه میفرماد که عرض می‌کنه الهی لول الواجب و من قبول امرک خدایا اگر دستور تو نبود تو دستور دادی عبادت کنید قدعونی منو بخونید عقیم و صلاح عقم خودت فرمودی اگر دستور تو نبود و اجابت من لنزه تو که من ذکری یاک من اصلا جورت نمیکردم اسم تو با دهان ناپاکم ببرم و می گفتم چند اجله معاز الله بالاتر از اینی که من اسم تو رو ببرم پیغمبر باید بگه یا شکور و یا سمی من که بگم که اصلا چی میفهمم هر چی بگم غلط میگم کم میگم جسارت میکنم لنزهتو که من ذکری ای یاک الا ان ذکری به قدری من هر چه بگم به قد خود هم میگم لا به قدرک و ما اصا ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلن لتقدیسک من ناپاک کجا که بخوام بیام توی پاک رو وصفت کنم و من اعظم نعم علینا اینجا اونجا که اگر کسی ملتفت باشه از شرم و خجالت نسبت به اکرم الاکرمین آب میشادم شادم من اعظم علی علینا از بزرگترین نعمت ها بر ما جریان و ذکر که علا السنتنا اجازه دادی منم اسم تو ببرم اجازه دادی منم اسم حسینت رو ببرم اگر سبحان الله اما یسفون من اصلا حق نداشتم اسم ببرم و اذن و کلنا به دعائک اجازه دادی گنهکاران بیان شب قدر اگر فقط مال امام معصوم بود که زمانش معلوم بود چون شب قدر داستانش معلومه برای امام معصوم علم حضوریه تنزل الملائکت و روح کجا نازل میشن چرا شب قدر مشخص نکرده این از کرم اکرم الاکرمینه پخشش کرده تو سه شب که بیچاره ها فرصت بیشتر داشته باشن برا معصومینی که سبحان الله هم ما یسفون الا جز اون بندگان مخلص که اونا میدونن قدر کیه قدر خودشونن اصلا قدر مادرشونه اونا که میدونن قدر کیه من اعظم نعم علینا این که ما رو هم توی مجلس را دادی از آقایی و کرمته مگه میشه ما رو را بدی بعد بخوای نصف شب به ریشمون بخندی دست خالی برمون کردونی یازل جلال و الاکرام یازل جلال و الاکرام من اگر قسم بخورم اینجا جا داره برای اینکه دلگرمتون کنم میخوام چند تا جمله از دعای پنجاه صحیفه بخونم که سر سفره زین العابدین یه چند تا جمله خونده باشیم به بهانه نام مبارک او که یقین دارم حضرت ولی اثر وانا و فدا و نور چشمش جد اطهرش زین العابدین صلوات الله علیه عنایت داره بلکه به ما نگاه کنه خدا انشالله این فهم ما بده که امشب حال امام زمان برای مغفرت ما از ما خیلی بدتره امشب او برای ما بیش از ما بر خودمون گریه میکنه اگر کسی با یه امام زمان بیخیالی کار داره بره امامشو عوض کنه امشب اگر او از نداده بود بذارید این قصه رو تعریف کنم براتون آماده بشید بعد اگر قسمت شد چند تا جمله از دعای پنجام میخونم میگه که سرم درد میکرد تب و داشتم خونم نزدیک مسجد بود امیر المومنین صبح بعد از نماز صبح سخنرانی میکرد هر روز امیر از اون مسئولانی بود که در یک جای ثابت عمومی در دسترس عموم دائم حاضر میشد مسئول اگر هر روزم یه مسجد بره چون این مسجد نوعه مسئول، مردم اون مسجد تحویلش میگیرن هجاب هست هنوز با هم راحت نیستن ولی اگر یه جای ثابت باشه که گرفتارا بدونن یه زمان خاصی هفته یه بار اونجا میتونن برن اونجا هم عمومی باشه حالا تقسیم کنن اون مسئول پایین تری هم به شهر خودش به منطقه خودش حالا طبعا یه نفر نمیتونه به همه شهرها برسه مردم باش که ارتباط بگیرن بعد از یه مدتی خیلی از شبهاتشون برطرف میشه اگر این آدم خوبی باشه اگه ببینن توازو داره اگه ببینن حرف گوش میده اگه ببینن منطقیه امیرالمومنین این کار رو میکرد هر روز نماز صبح سخنرانی داشت نوشتن که فقرا و ناس یعنی مردم خب آقا فقرا جز مردم هست چرا میگه فقرا و مردم یعنی قاطبه اینا که صبح می اومدن فقرا بودن بیچاره ها بودن یه مجلسی بود که بیکس و کارا دسترسی داشتن اینجا برای اینا سخنرانی میکرد نوشتن علمهم علم, علم الناس یا مثلا خطب الناس و والفقه یعنی yani بخشی از این فرمایشاتش هم فقه بود مثلا خیلی از این مباحث فقه سیاسی حضرت مال همون سخنانی های صبح هاست این میگه من تو خونه نشسته بودم سردرد و تبالرد خونم نزدیک مسجد بود یعنی تو مرکز کوفه زندگی میکردم گفتم حال ندارم نمازو بخونم بخوابم بعد به دلم افتاد هی فمیر من منبر میره حالم با اینکه خوب نبود پر شدم اومدم مسجد مسجدم کوفم بزرگ بود تا مسجد نشستم کم کم دیدم حالم خوب شد آقا که منبر رفت تموم شد اشاره کرد بیا جلو من تا آقا را دیدم گفتم اتفاقا آقا من حالم خوب نبود نشسته بودم خونه از وقت من تو رو آوردم فدای محبت دیام امیر المؤمنین اینکه خب دانشی نداره گفتم ای آقا شما به هم به دور بر مسجدم غیر مسجد اشراف داری فهمت به شرق و غرب و عالم اشراف داری امام زمان ای خواست ما بیایم چه تو این مجلس چه هر مجلسی هر جایی که قرار متوسل بشن به قرآن به معصومین حقائق قرآن امام زمان اجازه داده خدا کنه من امشب یادم نره که حداقل یه عرض ادب بکنم گرچه بفهمم که من عرض ادب نمیتونم بکنم من هرچه بگم جسارته اما با یه حالت شرمی بگم یا ایوه العزیز <applause> چیزی هم نمیتونم چی بگم به شما که جسارت نباش مستنا و اهلا نظر قبائهی از من رسیده پروندم دستته و جئنا به بضاعت مزجام چیزی هم ندارم ممنون تیم این دعای پنجاه از اون دعاهایی است که من امید دارم ان شاء الله عزیزان اگر بخونن بعد از مرگ من هم کسی یاد کنه به که یه بدبخت بیچاره بی سر و پای بود به امام سجاد خیلی علاقه داشت منزه فهم ناقص خودش اصلا حرف زدن رو به ما یاد داده حضرت سجاد حالا اونقدر که حوصله داریم دارید میخونم و بعد توسل میکنم عرض میکنه محضر حضرت حق که اللهم انک خلقتنی سویا خدای منو وقتی خلق کردی درست خلق کردی تو کم نگذاشتی من کم گذاشتم و ربیتنی تنی بچه بودم منو در دامن پدر مادری رشد دادی با من مهربان بودن رزق تنی مکفیین رزق دادی به من اللهم انی وجد تو فیما انزل تمن کتابک خدای من در بین آیات قرآن آیه که به من نسبت داشته باشه نمیشناسم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون من با یه حسرتی میگم خوش به سعادتشون شهدا رو مرده نپندارید میگم سلام الله علیهم اجمعین خدای برای من چی داری حضرت سجاد میفرماد اللهم انی وجدت فی ما انزلت من کتابک و بشرت بهی عبادک خدایا در قرآن یه چیزی پیدا کردم مال منه چی؟ قلت یا عبادی الذین و على انفسهم منم منم که اسراف کردم منم که از حد گذروندم وقت نیست توضیح بدم که این تعبیر در نهایت ادبه خدا در قرآن وقتی میخواد راجع به بندگان خودش صحبت کنه اونهایی که مخلصن اونهایی که شیطان بهشون راه نداره اونجا میگه عبد من عباد من وذکر عبدنا داوود وذکر عبدنا ایوب عبدو به خودش بخواد نسبت بده اسم انبیا رو میاره ان عبادی لیس لک علیهم سلطان توضیح این کار داره بنده من باشه شیطان بهش تسلط نداره کان عبدن برای انبیا میگه مؤدبان ترین تعبیر به یک انسان اینه که به او بگیم عبد عبد کسی که فقط عبد خداست عبد غیر نیست عبد شهوات عبد غضب عبد ریا نیست حالا که خواسته با گناهکاران مواجه بشه چه اسمی گفته همون اسمی که باهاش انبیا صدا میزنه یا عبادی الذین اصرفو یا عبادی ما رو هم عبد خودش قبول کرده یا عبادی الذین اسرفو علا انفسهم نه که گناه کردید که در گناه زیاد روی کردید اسرفوا علا انفسهم لا تقنتو <applause> یه جوری حرف میزنه انگار او امشب نیاز داره ما رو ببخشه لا تغنتو من رحمت الله ان الله یغفر و و به جای رو نزنید خودم آغوشم بازه براتون زین العابدین میفرماد قد تقدم منی ما قد علمت میدونی چه کردم و ما انت اعلم و بهی منی تو از خود من واقف تری حالا من از طرف خودم میگم غلط هایی که کردم فیا او اتام ما احسا علی کتابک وای بر من وقتی که نامه رو به دستم بدن میبینم که لا یقادر و ولا و لا کبیرتن الا احساها من خیلی هاشو یادم نیست چه غلطی کردم و یا س... فیا سو اتا وای از اون روز بی آب که جلوی اینها میخوای یک یک نشون بدی بالا سرم فلول المواقف اللتی و امل و من عفوک خدایا اگر من امید و آرزو نداشتم که منو ببخشی الذي شمل كل شيء که اون عفو تو شامل همه چیزه لالقیتو به یدی زودتر خودم رو میکشتم واقعا هم همینه من به این پوچگراها حق میدم خودکشی کنه کسی که پشتش گرم نباشه به رب الارباب این همه ناامیدی رو نمیتونه تحمل کنه کی میتونه به دادم هم برسه ولو ان احدن استطاع الحرب من ربه اگر کسی بود که توانایی داشت از دایره حکومت تو فرار کنه لکن تو انا حق و بالحرب من اول باید فرار میکردم برای اعمالم و انت لا تخفا علیک خافیتون فی الارض و لا فی السما الا اتیت بها کجا برم که زیر دید تو نباشه چجوری مخفی کنم که تو علم بهش نداشته باشی و کفابه که جازین و کفابه که تو بخوای محاسبه کنی که من بیچارم اللهم انک طالبی ان انا هربت من نمیتونم فرار کنم که تو منو گیر نیاری من مغهورم و مدرکی ان انا فررت به جایی نمیتونم فرار کنم فها انذا بین یدک دیدید آقای بچه ای از مادرش فرار میکنه را که بسته باشه بر میگرده به سمت مادرش من خودم اومدم امشب قبل از مرگم قبل از اینکه عقوبتت بر من نازل بشه خودم اومدم خاذون زلیلون راغم سر پشیمان پشیمون انتو از اگر منو بخوای عذاب کنی فانی انی لذالک اهل حق داری من اهل عذابم و هو و یا رب من که عدل این از عدل توه و تعفو اگر بخوای کرم کنی ببخشی فقدیمن شملنی افوک بارها ندید گرفتی و البستنی آفیتک آفیتت بارها بر من گسترش پیدا کرد و اللهم کاللهم بالمخزون من اسمائک خدایا از اون اسم مخزونت از اون نام پنهانت از اون اسم اعظمت از حقیقت امیر المؤمنین متوسل میشم به اون اسم اعظم پنهانت که اون اسم اعظم پنهان شخص مبارک امیرالمؤمنینه. المؤمنینه که اللهم مخزون من اسماعک و به ما وارد حل من بهائک خدای ببین چیا رو دارم من درست نمیفهمم چی میگم ولی این اسامی که میگم بزرگه الا رحمت هازه نفس الجزوعه به این نفس بیچاره شکسته ناتوان رحم کن و هاذه رمت الحلوعه به این چهار تا پوست و استخون رحم کن اینجور که تو آیات از جهنم و تمهید اون طبقاتش بردی با کی میخوای به جنگی من که خودم اومدم التي لا تستطيع <استتی> حر <او> شمس خدای من نیم ساعت زیر آفتاب نمیتونم وایستم فكيف تستطيع حر نارك برای من اون آتشی رو فراهم کردی که وقود و حناس و الحجاره لا تستطیع و صوت رد <رادک> خدای من رد بزنه میترسم و کیف تستطیع و صوت من چه صوت غضب تو زفیر جهنم رو تحمل کنم فرحم الله ام فئن حقیر آخه من اندازه تو نیستم که بخوای با من زور آزمایی کنی و خطری یسیر من کوچکتر از اونم که تو اصلا بخوای من تهدید کنی بعد ببینید چه میگه فداد بشم یا زین بدین به ابی انت و امی یاد دادی ما چی بگیم بلد دل خدا رو به دست بیاره فرماد عرض میکنه به خدا ما هم میگیم میخوای با من زور آزمایی کنی و لیس عذابیم ما یزید و فی ملک که مذقال ذره تو من عذاب کنی و نکنی به عظمتت کف زوده نمیشه بعد برای تو ولو ان عذابی ببینید چقدر زیبا فرموده و عاشقانه خدایا به حرمت زین العابدین محبت خودت و اهل بیتو در دل ما زیادتر بگردان <applause> خدایا اون با عبادت و صحیفه سجادیه رو دائما نه فقط ماه رمضان نه فقط شب قدر روزی ما بگردان سهرهای ما رو با عبادت خودت آباد کن لیس عذابی من ما یزید و فی ملک کم اسقال زرم منو عذاب کنی مسقال زرم یه زرم تو عظیم نمیشی عظمت تو که به من نیست بعد یه عبارتی میگه ولو ان عذابی مما یزید و فی ملکه یه چیزی بگم و نبین من گناهکار و سرشکسته و حقیر و خازه و زلیل و راقمم من تعصبتو میکشم اگر بدونم که عذاب کردن من سلطنت تو عظیم میکنه بر حیبتت افزوده میشه لسال تو که صبر علی ازت میخوام به من صبر بدی و تو منو عذاب کنی من دوستت دارم غلط کردم ولی دوستت دارم گناه کردم ولی مستکبر نبودم بی ارزه بودم نفسم به من چیره شد انا مختر به کرمه که چی نگفتی من فریب کرم تو خوردم اگر اضافه میشه ملک تو عظمت تو حیبت تو لعصال تو که صبر علی من ازت میخوام که من عذاب کنی من دوست دارم همه عالم عظمت تو رو ببینن یه جای دیگه هم فرمود منو جهنمم که بندازی من گله نمی کنم اهل جهنم رو جمع میکنم اعلم تو اهله ها انی بک میگم من دوستش دارم او حق داره او عادله من بد کردم من اونجا ازت نمی برم ازت صبر میخوام بتونم تحمل کنم تو منو عذاب کنی و تو ان یکون از آل کلک دلم میخواد پرشم تو بره بالا ولكن سلطان و اعظم اما خدایا سلطنت تو عظیم تر از اونه که با یه عذاب حقیری مثل من بالا بری و ملکو که عدوم سلطنت و حکومت تو دائمی تر از اونه که به عذاب مثل منی به دوامش به عظمتش افزوده بشه من انتزید فیه طاعت المطیعین من که نه پیغمبرا به تو عبادت کنن تو بالا نمیری او تن قسم هم المذنبین یا با غلط زیادی که من کردم بر دامن کبریای تو گرد بنشینه فرهم نی یا ارحم راه <applause> و تجاوز عنی یا جلال و الکرام به 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 این اسم بگم و کم کم شروع کنیم یا جلال و الکرام خیلی شیرینه با مثال محسوس میگم ببین شما اگر یه جایی بری شیر باشه و شیر تو قفص باشه جرأت نمی کنی نزدیکش بشی اونی که جلالت داره هیبت داره خوفناک عظمتش جلالتش سطوتش بخواد جلوه کنه همه بیچارن هر وقت اسم مبارک زل جلالو گفته بعد گفته که یا ذل جلال و اکرام سطوت داره ولی از مادر مهربان به زرار معاویه گفت علی چجوری بود گفت ما جلوش مثل که لرزان در برابر شیر شرزه بودیم ولی از مادر به اون مهربان تر مظهر زلجلال و الکرام فرحمنی یا ارحم الراحمین و تجاوز عنی یا زلجلال و الکرام و تو علی تو رو کن تو اگر نخوای که ما نمیایم تو به دل ما نندازی یه جای دیگه ای زین العابدین میفرماد خدایا سعدی همه هنرش رو جمع کرده میگه هر نفسی که فرو می ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات پس در هر نفس دو نعمت است دم و بازدم و بر هر نعمت شکری واجب از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش به این فهمه حکیم برجسته بی تاریخ ادب سعدی سینو لاودین رو ببینید فرمود خدایا به اولین نعمتی که دادی یعنی همون دم نه بازدم اینی که آقایی کردی منو ملتفت کردی که این نعمته این نعمته اینی که فهمیدم این التفات نعمته باز نعمته اینی که اون عظمت رو داری به من میفهمونی این نعمته من در همون نعمت اول گیرم نوبت به بازدم نمیرسه اصلا و تجاوز عنی یا ذل جلال و تو علی تو رو کن تا تو اراده نکنی که من نمیتونم سمتت بیام انک انت تواب الرحیم قبل از اینکه توسل و شروع کنیم از همه عزیزان حلالیت میطلبم من هر سه شب عرض کردم آداب شب قدر اینه که محضر عالم ربانی برسید نه سگ که خودش نمیفهمه فهمه چیه با همه اضطراب و بیچارگی تازه بعد برای شما حرف میزد من این شبها سعی کردم برای خودم حرف بزنم لذا سیر بحث شبهای دیگر رو هم به هم زدم ولی با این حال از همه شما حلالیت میطلبم هرچه به خاطر بدیهای من هجابی آمد رحمت از شما دور شد از شما حلالیت میطلبم هم دیگر رو باید دعا کنیم مظلومین رو باید دعا کنیم امید دارم مظلومانم ما رو دعا کنن اون پدر مادرای مظلوم افغانستان که بچه شهید شدن ما رو دعا کنن انشالله ما هم مظلومان رو دعا کنیم اگر ببینه خدا که ما کریمانه دعا می‌کنیم خدا هم کرمش انشالله شامل حال ما میشه. خدا یا لحظه ای در این دنیا ما رو از امام زمانمون غافل نگردان دل ما رو جز محبت خودت اهل بیت پیغمبرت خاصه ولی اصر و هر کسی که اونها به محبتش دستور دادن از غیر اونها ازاله بگردان مولای ما بقیت الله العظم از ما راضی و خشنود بفرما صبح ظهورش را در روزگار عمر باقی مانده ما قرار بده انقدر قبل از ما گریه کردن ترسم که بیایی و من آن روز <applause> من آخرین بار که مادرم ما مشهد بردم و بعد اومدیم بیمارستان دو روز بعدش عمل کرد و دیگه از دنیا رفت روز آ... لحظه بار آخر که از حرم اومدیم بیرون گفت اینو برا من بخون رو به امام رضا و امام زمان بگو ترسم که بیایی و <applause> من روز نباشم حالا باشم هم نب... سربازه به درد بخوریم نه ارزه ای دارم بیایم سربارم ولی تو بلدی انظر الینا یه نگاه کل مجلس ما رو میتونه زیر و رو, رو کنه با با ارزه طرفیم الحمدلله میخوام روزه بخونم من میشه شب 23 یه روزه میخونم حقیقت لیلت القدر میگه رفتم محضر هم امام صادق داریم هم امام باقر علیه السلام رفتم دیدم آقا رو به قبله نشسته میفرماد فاطمه بنت محمد فاطمه بنت محمد فاطمه بنت, بنت محمد آقا چیکار میکنید فرمود ما حاجت داریم به مادرمون پناه میبریم نمیدونم همینجوری میگم شاید امام زمان ارواح فدا برای مغفرت ما به مادرش داره خدا را قسم میده منم برای خود امام زمان و امیر المومنین حسنین زینب کبرا روزه مادرشون رو میخوام بخونم تو این عباراتی هم که میگم سعی میکنم تغییر درش ندم فکر میکنم امیدوارم که وهم نباشه انشاءالله با ما همراهی کنن یا صاحب از زمان آجرک الله فی مصیبت جدک جدتم پری روز از دنیا نرفت آقا خدا نیاره در هیچ خانه ای مادر جوان مریض بشه <applause> مادر جوان مریض بشه بچه ها پریشونن حیرانن چیزی حواسشون رو پرت نمیکنه میل به غذا ندارن بازی نمیکنن کسی هم بخواد بیاد حرف بزنه هی هر بر برمیگرده بستر رو نگاه میکنه و خیلی وخیم باشه میترسه یه بار سر و برگردونه برگرده کار از دست رفته باشه از دور بستر مادر بلند نمیشدن کنار بستر نشسته بودن چیزی حواسشون رو پرت نمی‌کرد نمی‌خواست بچه‌ها هر چیزی رو ببینن <تصفيق> 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 روز آخر به حالت نیمه نشسته در اومد به سختی خادم و گفتن اسما گفتن سلما حالا هر کی بود به کمک او لباس های مبارکش رو عوض کرد خونها رو شست میدونه شب علی دستن هاست ظاهرا لباس بچه ها رو هم عوض کرد نمیدونم تونست شونه بزنه این بچه ها امامن. دیدن مادر بعد از چند روز به حالت نشسته نیمه نشسته در آمده گفتن میریم مسجد بعد از چند روز دو رکت نماز بخونیم خدا, ان خدا انشالله امشب نامید براتون نگردون تا رفتن فرمود اسما منو رو به قبله کن ملحفه رو رو صورتم بکش عقب بایست. لحظاتی که گذشت بعد بیا منو صدا بزن اگه جواب ندادم علی رو خبر کنی او میدونه باید چه کار کنی بیچار خادم مزتر عقب وایسات بعد از لحظاتی اومد روبند و کنار زد در یه نقل میگه وقتی روبند و کنار زد دید دست راستش رو صورتشه بالاخره علی هم روبند و کنار میزنه تا تونست مخفی کرد اسما گفت یا بنت رسول الله یا فاطمت و زهرا بیچاره شد مزتر شد روبند و سر جاش برگردون عقب عقب رفت مونده چه کار کنه این دو آقازاده وارد شدن قاعدتا اگر دلت رفته باشه میدونی هر کسی سرشو وارد اون خونه کنه اول اون بستر رو نگاه میکنه تا آمد تو بسته رو دیدید دید مادر ننشسته خوابیده رو صورتم پارچه کشیدن فرمود یا اسما ما یا نیم منافی از ساعه فکر نمی کردم مادرم خواب باشه اگه خوابه چرا پارچه رو صورتش کشیدید اسما بیچاره چه کنه نتونست طول بده گفت ما تتم و <applause> <applause> بعد دیگه نگاه کردم دیدم این دوتا آقازاده مصیبت سنگینه ولی امام حسین پشت سر امام حسن آرام آرام اومدن نزدیک شدن به بیبی بی آداب داره برا مهارمشم آداب داره آرام آرام با قدم کوتاه اومدن امام حسن روبند و کنار زد آرام یه بار بوسید باور نکرد مادر از دنیا رفته صورت درد داشت بعد با التماس گفت کلمینی یا امه فانا نکل الحسن بند دلم گفت مادر داره پاره میشه جواب نداد یعنی حسن جان باید تحمل کنی سخترش هم باید تحمل کنی امام حسن همیشه خودشو جلو مینداخت یه جایی به امیر جسارت شد امام حسین اومد جواب بده فرمود حسین جان بشین اگه به تو چیزی بگن من خیلی اذیت میشم اما اینجا وقتی ناامید شد برگشت به امام حسین متوسل شد بیا عزیز دردونه این جواب تو رو میده فجاء الحسین فوضع خده تحت قدم ایها کلمین یا اما <applause>